سلام به همگی، امیدوارم حالتون خوب خوب باشه. ولی با ویدیو جدید دبلیلت آموزش کلیر دماگرگان از سری مجموع سریال نتفلیکس که به عنوان Stranger Things پخش شده. خب بریم سراغ ابیلیتی اولین کلیر که بهتون بگم چجوری ابیلیتیش کار میکنه. جزو کلیرهایی که ابیلیتیش کلا ساده است استفاده کردنش و ابیلیتی سختی نداره. چیزی که بیشتر میخواد حوصله است که بخوایم با این کلیر بازی کنیم. خب ابیلیتیش اوت آف ابیس هست که شما با دکمه پاور میای یه حالت پورتال مانند روی زمین ایجاد میکنی. این پورتال رو نمیتونی هر جا که دلت خواست بزنی، مثلا نمیتونی چسبیده به جنراتور بزنی، یه فاصله ای باید از جنراتور داشته باشی، نمیتونی چسبیده به هوک بزنی، باید باز یه فاصله از هوک داشته باشی، ولی عموما همه جای مپ میخوره دیگه، یعنی اینجا خیلی خوبه. بعد پورتالی که میزنی تا پورتال دومو نزنی نمیتونی بینشون سوئیچ کنی، یعنی اینطوری نیست که مثلا پورتال بزنی بعد از اونجا هر جای مپ بخوای در بیای، نه مثلا بعد یه پورتال مثلا یه جای مپ شمال مپ زدی بعد میری اونورا مپ یکی دیگه میزنی بعد میتونی بین اینا در واقع حرکت بکنی. و یه داستان دیگه هم که داره، تا پورتال استفاده نکنی پورتال دهنش باز نمیشه. دهنش باز نمیشه به دلیل که میخواد در سروایورا که بیان از بین ببرنش. پس یعنی شما یه پورتالی زری و هنوز از داخلش حالا داخل یا خارج نشدی، اون پورتال برای سروایور قابل دیدن نیستش. از این جهت خیلی خوبه که میتونی کل مپ رو باش پوشش بدی و راحت کل مپ رو بچرخیم. ابیلیتی شرد هستش که میاد چیکار میکنه. شرد باعث میشه که شما وقتی که پاورتون رو نگه میدارین، دکمه دیگه پاورتون رو یه حالت شارژمانن پیدا بکنید که باعث میشه توی اون مسیر یهو کلر شما شروع کنه پریدن، یعنی میپره. و اگر سروایور توی راهتون باشه موقعی شما دارین میپرید رو به جلو زخمی میشه، یعنی حالا یه لول زخمی میشه. اگه مثلا سالم باشه زخمی میشه، اگه زخمی باشه که دان میشه. ابیلیتیش کلا ساده بود، چیز سختی نبود، بیشتر حوصله میخواد که دارین. شما باید خیلی باید بتونید بچرخید. حالا گیم پلیش داخل چنل هست، میتونید ببینید اگر از نهید. خب ستا پیر که مخصوصش رو بخوام براتون بخونم، اولی کنال لیمیت هستش که وقتی که جنراتوری در واقع کامل میشه این پیر شما اکتیو میشه و تمام واد لوکیشن هایی که دور بر اون جنراتور هست به ترتیب با توجه به لول پیر که بین 20-25 تا 30 ثانیه بسته میشه و والت لوکیشن هایی که بسته شده با رنگ زرد به شما نشون داده میشه. از این جهت خوبه که شما اگر حالا یه سری پرک دیگه برداری که مثلا یه پرک داره هیلی بیلی به شما نشون میده که اون جنراتور قرار کامل بشه، بعد شما اون پرک رو مثلا با این برداری، شما چون میدونی اون جنراتور قرار کامل شه با طریق پورتال میری نزدیک جنراتور و اینه که کامل کنم و تمام والت ها اینو بسته میشه، شما راحت میشین پرک میده. هرچند پالت ها بسته نمیشه، یعنی سرور همچنان میتونن از پالت فرار کنن. بعد این مایند بریکر هستش که پرکای کلا خیلی محبوب بین کلا استریمر الان بتونید بشه. دلیلش اینه که وقتی که سروایور میشینن روی جنراتور افکت بلایندنس و اگزاستر توشون کلا میمونه تا موقعی که دارن جنراتور ریپیر میکنن. موقعی هم که بلندشون به ترتیب بین 3 تا 4 تا 5 ثانیه این افکت روشون میمونه، یعنی طرف اگه مثلا پرک اسپرینگ برست داشته باشه که پرک اسکیپ هستش یا پرک ویژنری داشته باشه که بخواد آورای شما رو بگیره به عنوان سروایور، تا 5 ثانیه نمیتونه هیچ کاری بکنه. عملا شما اگه نزدیکش برسی، شو قبل اینکه طرف بفهمه که شما نزدیکش رسیدی میتونی راحت یه هیت بهش بدی. حالا چه ربطی داره؟ شما کلا وقتی که از پورتال میای بیرون با دیموگان تو حالت مثلا تقریبا 3 4 ثانیه شما آن دیتکتبلی، یعنی وقتی از پورتال تازه اومدی بیرون اگه سرور ندیده باشه تو متوجه حضورت نمیشه، چون تازه شده نمیبینی که از اینجا با این کاری که خود در واقع دیموگان خیلی آخری سرج هستش. اینم پرکی که من خودم به شخصی خیلی دوست دارم، یه پرکی که مخصوص جنراتور خراب کرده خیلی هم آسون استوری کردن ازش. اینطوری که وقتی که شما سرویر رو تو داینگ سیک بذاری، یعنی دانش رو بذاری کلا با استفاده از بیسیک اتک، تمام جنراتوری که دو 32 متری شما اصلا بلا فاصله میترکن و شما میکنم به در واقع ریگرس و خراب شدن. به خوبیش نه اگر سرویری دور و برد روی جنراتور باشه دادش در میاد، یعنی یه داد میزنه شما میفهمی که این جنراتور رو داشته درست میشه. اگر هم از قبل جنراتور داشته درست میشه به خوب چون ضربه گذاری کل جنراتور دورت کلگیدن دیگه. اینجا خیلی خوبه، خیلی محبوب دول فوق العاده قوی داره پرکای خودش. میتونم به جرات بگم این سه تا پرک جزء معدود پرکایی که خود کیلر با پرکای خودش میتونه خیلی قوی باشه. این سراغ بهترین اداناش، اولی رد مات هستش که میاد چیکار میکنه. دیوریشنی که شما آن دیتکتبل هستی وقتی که از پورتال میای بیرون تا 8 ثانیه زیاد میکنه. یکی از بهترین در واقع پرکا هستش و تمام سرسده که شما وقتی که از داخل پورتال میای بیرون هم کامل خاموش میکنه و همچنین تایمی هم که شما میخوای از پورتال بیاد بیرون تا 15 درصد زیاد میکنه که خب یه جور دعوا نرفه، ولی خب به هر صورت از
ولی لاپروس لیجن هستش که من چیکار میکنه آرای تمام سروایوری وقتی شما بری از زیر زمین مثلا بین پورتال جابجا میشه بهتون نشون میده و وقتی که میای مثلا 3 ثانیه این افکت رو داری، یعنی سروایورا رو همچنان میبینی. البته اینم بگم توی رنج 16 متری از پورتالی که اکتیو هست میتونی استفاده کنی، یعنی پورتالی که اصلا استفادهش نکردی دوربر سروایورا دیده نمیشه. ولی باز ورمینو وب کپ هستش که میتونی چیکار میکنه دیوریشن آن دیکتبل شما رو تا 3 ثانیه بیشتر کنه. کلا نظر اوکی، کلا عددهایی که بتونن این افکت آن دیکتبل تون رو زیاد کنن خوبه. بعدی هستش میتونی چیکار میکنه آپساید داون رسین هستش، باعث میشه که تایمی که سروایور رو بخونه اون پورتال شما رو از این برن تا 40% افزایش میده، که من دیدم خیلی استریمرها اینو ور میدارن به این دلیل که وقتی سرورشون رو به تمیزکاری پورتال شما شانسی یا پورتال در بیاد خب شانسی که بزنیشون خیلی بیشتره. ولی آنلاین اگه هستش تایمی که باز میشه که ریکاوری تایم بکنه اول پورتال شما تا 2.5 ثانیه کم بشه. لایف گارد ویزر هستش، سروایورایی که نزدیک پورتالی که اکتیو هست رد بشن باز میشه که افکتی به دوا کیلر اینستینکت بندازه. این کیلر اینستینکت همون افکتیه که اکثر کیلرها میگیرن و جای سروایورا رو بهشون بازی میده و باعث میشه افکتی که پورتال اکتیو دارن تا 1 متر کم بکنه. سرور خیلی باید چسبیده به پورتالتون باشه که این افکت رو باید شما نشون بده. ولی وایلد وکس کپ هستش که باعث میشه دوباره ادیوریشن آن دیتابل شما رو تا 1 ثانیه زیاد کنه. خب بقیهش کلن تکراریه، یعنی کلن به پورتال ایناش رب داره با آن دیتابل زیاد پس ادانه خفن ایتن. ادانه خفن کلن از همین وایلد وکس کپ شروع میشه. قبلی و صرفا این ادانه خیلی ساده شما مثلا اون رو برنداری هم به جای برنه خواهد دارم لذت برده باشین از آموزش کلار دیمون برگان. اگه ویدیو دوست داشتین لطفا لایکش کنید و چنل هم سابسکرایب کنید.